بعضیا میگن که خب انقلابی بودن یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، بعدش دیگه آرامش برقرار میشه. نه، ما تا ظهور حضرت آرامش برقرار نمیشه. ما اصلا قبول نداریم اینو. از آقا تموم شد الحمدلله. نه، هنوز شروع شد. یه بیتابی و بیقراری باید تو انسان موجود باشه تا ظهور رخ نده، تا همه بشر نجات پیدا نکنه. آرام شدی یعنی نگاه حماسی از بین رفته، نگاه انقلابی خودتو از دست دادی. چون بالاخره رفقا میدونید حماسی بودن سخته دیگه، الکی که نمیشه که. آدم میگه بلمون کن بابا، چقدر انقلابی، کمی گل و گلگل نشون بده، چه عجب زدی ببینید. از نفس افتاده ها، پشیمان شده ها، بوی لذت دنیا به مشامشون رسیده ها، خسته میشه آدم از انقلابیه، خسته میشن آدم از نگاه حماسی. وای چقدر قرآن تقدیر میکنه از اونایی که خسته نمیشن از نگاه حماسی. کدوم آیه قرآنه که خدا یک جوری از اونایی که خسته نمیشن از انقلابیگری تعریف میکنه؟ من المؤمنین رجال صدق ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه فمنهم من اینا یه عدهشون شهید شدن، یه عدهشون سر همون پیمان هستن منتظرن تا شهید بشن. اینا از خط خارج نمیشن. خیلی آیه فوق العاده ایه. وقت امیرالمومنین این آیه رو بالای سر هر شهیدی میرسید میخوند تو جنگ صفین. گاهی من میرم عراق یا برای بچه های جاهای دیگه تو جمعشون میشینم، نه اصلا اینجا نیستم، واقعا نفس میکشه آدم توشون. شادیهاشون هم از پیروزی‌های انقلاب، سعیهاشون برای رسیدن به پیروزی‌های انقلاب، همتاشون برای رفع موانع انقلاب، غمهاشون هم از موانع انقلاب. بهشت اون جمع، بهشت. نگاه حماسی رو مراقبت بکنی ولی میپره، ولی خسته میشی از حماسی، میخوای بشینی، میخوای بخوابی، میخوای معمولی بشی. معمولی بشی دیگه، میدونی معمولی شدی دیگه. اینجا مرکز مقاومت هست.